یه سوال باشه، شما با محمود اسکندری هم برخوردی داشتی؟ برخورد فیزیکی منظورت مثلا صحبتی گفتگویی؟ 100% محمود یکی از چون فکر کنم از دو تا گردان مختلف بودیم، یه گردان نبودیم. نه یه گردان نه، قبلا گردانای دیگه به گردانای دیگه بودن، ولی اون زمان گردان سی یک شکاری فرمانده گردان ایشون بود. محمود اسکندری جز اون بچه های لوتی منش بی ادعا خاکی پرواز که باش نرفتیم شما یا نه؟ پروازم باش رفتم. کابین عقبش بودی یا نه؟ نه خیر، دو فروندی تو بالش بودم. دو فروندی تو بالش بودم با محمود اسکندری. خب بعد در حین پرواز از اون شوخی ها و گفتگوها و اینا داشتیم؟ اصلا شما هر چی بگی این مرد، من در مورد این اصلا زبونم قاصره. اینقدر این جوان مرد اینقدر خاکی، حالا بعضی ها نمیدونم این مسئله حزب اللهی رو از کجا مد کردن. به بعضی ها اطلاق میکردن آقا تو پایگاه حزب اللهی، که میگفتم آخه بابا حزب اللهی اگه واقعا الله منظورتون اون اللهه، اون اللهی که ماها میشناسیم و حزب هم حزب اونه، اینا حزب الله خدایی هست. ها یعنی داریم اونایی رو میگین که به اسکندری تهمت میزدن که مثلا بله، تو باید به خود میگه حزب اللهی و به اسکندری تهمت میزنید. حزب اللهی نیستی، اسکندری نباید تهمت بشه، چون خیلی خالص بود، خیلی نترس بود، دل شیر داشت این مرد. این مرد نخبه دنیا بود نه ایران، نخبه دنیا بود. این هواپیمای فانتوم تو دستش موم بود. من فکر میکنم تنها این هواپیمای فاندوم از تنها خلبانی که میترسید اسکندر بود. خلبان ها از هواپیما میترسن، ممکن بود بترسن، ولی اینجا هواپیما بود که از اسکندری میترسید. این نابغه بودین، بعد بامرام، بعد لوتی. خب من کاری به هیچ چیش ندارم. من نمیدونم چرا میرسیم به یه جایی که تا اسم جان فشانی میاد، قهرمان میاد، فلان میاد، سری بعضی از آدمای ناخالص، آدمای ناباب، آدمای نامحرم، آدمایی که هیبت اسلامی درست کردن که تو این دفتر دستک سر سفره نونی گیره، نون که چه ارز کنن، آنچنانی گیرشون بیاد، زیر پاش رو له میکنی همچین افرادی رو. کی بتونه اجازه میده همچین حرفی در مدینه بزنی؟ یعنی بگیری بشینی اون موقع که جنگ شروع شد تو اتاقایی که ما می نشستیم، حالا که ما زود افتادیم، خیلی ها بودن 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، اینا شبا توی اتاق جمع میشتن با همدیگه املت درست میکردن، میخوردن، میگفتن، میخندن، به همدیگه فوش میدادن، شوخی میکردن، سر کول هم بالا رفت، بالا میرفت، بالا پایین میپریدن، صبح دادشون بر نمیگشت. چی تو همچین محفلی، محفل عشق با چی میگن؟ به جای اینکه زانو چه کنم غمو به قلب بگیرن، یه روزانه فرار برای خودشون درست بکنن. یکی بگه من زنم مریضه باز درم برم پرواز چی آقا؟ یکی بگه آقا بزم عشق داشتن اینا، این خلبان ها دوره هم تا صبح. بعد خواهج هم میشنه بگون خلبان ها بابا ورق بازی میکنن، مشروب میخوردن، حال میکردن. کدوم آدم روانی یک آخی این کارو بکنه که بعد صبح بره پرواز، بره تو به اصطلاح کانون مرگ؟ چه نرف رو میزنین؟ اون با خدای خودش هم عشق بازی میکرده، با دوستای خودش هم همینطور. چقدر از این بچه های با شوخی و خنده به هم دیگه میگفتن. ما تو اون ماشین ونی که ما رو ببرد پای هواپیما، خدا رحمت کنه دوست عزیزم و جناب دین محمدی عزیزم که به شهادت رسید، دین محمدی تو اون ون ما همینجور نشستیم اینجوری نگاه میکردین، یه های به یه خلبانه گفت نمیدونم چرا چهره تو همچه بوی الرحمن میده. حسین فکر کنم تو رفتی تو ون شوخی، دلمون از خنده میگرفتیم، با خنده میرفتیم پای هواپیما. آقا به مسلخ داریم میریم با خنده، با شوخی.